بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و همراه با کارگردان فنی برنامه خانم غزاله برنامه چالش را به شما پیشکش میکنم. همواره این رو به یاد داشته باشین که این برنامه در حال حاضر به صورت زنده پخش میشه، ولی بازپخش های اون طبیعی است که از نظر زمانی میتونه متفاوت باشه. اینو برای چه عرض میکنم؟ حالا امروز که موضوع ویژه‌ای خواهیم داشت، در هر برنامه‌ای وقتی یک رویدادی مورد نظر هست مردم زمان بندی میکنن، میگن آقا این که مال سه‌شنبه بود، چرا حالا که مثلا جمعه است داره در موردش صحبت میشه؟ واقعیت این است که شما بازپخش ها رو انگامی که میبینید این مسئله وجود داره و به این ترتیب باید عبور کرد از اون. برای همین اشاره میکنم اکنون که به 12 فروردین نگاه می کنیم، سالگشت روزیست که جمهوری اسلامی در مردم رو که در انقلاب هیجان روزهای انقلاب رو داشتن و همینطور هنوز در خیابانها بودن و این سو آن سو می رفتن و هنوز در تلاش می بودن چه خواهد شد، با یه پرسش روبرو کرد: جمهوری اسلامی آری یا نه؟ تکلیف مردم رو با یک جمهوری اسلامی آری یا نه روشن کرد. و طبیعی است این پرسش ها هنگامی که بعد از انقلاب پیش میاد، انقلابی که یک سالی از اون حرکت داشته، مردم آمدن کارهایی کردن پیش رفته، هر اتفاقی افتاده، ولی وقتی این پرسش در برابر مردم هست و نمیدونن اصلا جمهوری اسلامی چیست، جمهوری اسلامی آری یا نه، تا اندازه‌ای طبیعی بود که حالا بگذریم از اینکه اونا مردم رو آوردن به اینکه اگر آری نگین یعنی ضد انقلاب هستین، از این هزار تا داستان بهش وصل کردن. بعد یه دم وحشت داشتن که اگر تو شناسنامه‌شون مهر نخوره چه خواهد شد، حتی تا این مرحله رفتن که اگر مهر نخوره مثلا بچه‌ها تو مدرسه نخواهند. هزار ماجرا در اون روزا 40 سال پیشه. اون روزا بچه‌هایی که این روزا جوان هستن یادشون نمیاد که چه فشاری بر مردم بود. مثلا یه عده می‌رفتن که رأی بدن که مهر بخوره شناسنامه‌ش. 40 سالی رو، 40 سال تاریکی رو مردم با این حکومت همراه با همه سرکوب‌هاش تا امروز گذراندن و واقعا به قول شاملو روزگار غریبی است نازنین. خب اجازه بدین که عبور بکنیم از این برنامه، از این بخش. در روز 2 فروردین درست در حال هاش شادی های مردم سال نو نوروز خبر رسید که دکتر شایگان درگذشت. همیشه در میانه روزهای نوروز، چه روز اول باشه چه تا 12-13، این نوع خبرها به ویژه در ایران که مطبوعات تعطیل هستن و به ویژه در غرب که رسانه های ایرانی فارسی زبان به سوی ایران خود به خود با مسائل سیاسی و روزها همراه میشن، در این زمین ها ممکنه بسیار گفتگو نشه. ولی دکتر شایگان از کسانی بود که بسیار در همون یکی دو روز اشاره شد بهش و گفتگو شد، حتی گفتگوهای جنجالی رو هم به ویژه در رسانه‌های نوشتاری برانگیخت. دو سوی ماجرا، موافقان و مخالفان، فرصتی یافتن که به همدیگر بتازند. حالا این دکتر شایگان کیست که این گونه باهاش برخورد میشه؟ اجازه بدین همراه با شما درودی داشته باشم به مهمان برنامه، آقای دکتر عطا هودشکر. آقای دکتر درود بر شما. با سلام به شما و به همکارات عزیزتون در تلویزیون اندیشه. تشکر از دعوتتون. در رابطه با آقای شایگان صحبت خواهیم کرد که بسیار مسئله حساس و مهمی است امروز. آقای دکتر، این مخالفت و موافقت یک خط فکری رو همین وسط به میان میاره که خب در واقع درگیری ها بیشتر روی جناح بندی بر اساس خط های فکری است که یکی در یک نگاه یکی از فیلسوف و قهرمان در نگاه دیگری پایین جلوه میکنه. مثلا نمیخوام از اون عنوان هایی که بهره گرفتن اجازه بدین که در آغاز برنامه شما ما رو آشنا بکنین به زبان ساده و کوتاه که واقعا دکتر شایگان کیست از منظر نگاه شما. از منظر کلی خدمتتون عرض بکنم و برای آشنایی مقدمتا در این سخن، پیش از اون که بریم تو بنیان اندیشه هاش و احیانا نقد هایی هم از سوی خود من به نظرات او باشه، ولی اصولا به طور کلی بفهمیم که ابتدای به ساکن او کیست و به طور کلی چه میگوید. خب فیلسوفی است بسیار برجسته و تنها فیلسوفی است که یا متفکر و یا نویسنده است که از دنیای ایرانی به سوی دنیای جهان غرب شناخته شده و
غربیان، اروپاییان، به خصوص فرانسویان، در اینکه این فرانسه رو بهتر از فرانسوی ها بعضی ها صحبت، بعضی گاه به گاه صحبت میکرد و مینوشت، بسیار فردی شناخته شده در مدیای اروپا و همطور که اشاره کردن نوشتارهای او در حوزه فرهنگی و فلسفی در فرانسه بارها چاپ شده، در به اصطلاح زبانهای متعدد ترجمه شده و شایگان قلم بسیار دلانگیز و جذابی داشت، هم در زبان فارسی هم در زبان فرانسه. خدمتتون عرض شود که در 1313 به دنیا میاد در یک خانواده چند فرهنگی. خود این نکته بسیار جالبی است که از یک سو پدر از گرجستان، مادر از ایران، از یک سو یک تن سنی، یک تن دیگر شیعه و از سوی دیگه در واقع کسی که او رو بزرگ میکنه و بهش میرسید یا دایش بود در واقع با او روسی صحبت کرد. یعنی در واقع شایگان در خانواده مواجه هست با دو زبان، یک زبان گرجی، یک زبان ترکی که در واقع مادرش از تبریز هست و اینکه از سوی دیگه زبان روسی و فارسی هم که بوده، چون در مدرسه فارسی هم رشد میکنه، تربیت میشه و سپس که به فرانسه میره از ابتدا در مدرسه سن لوی زبان فرانسه رو یاد میگیره و خیلی زود یاد میگیره و خیلی خوب یاد میگیره و بعد به سوئیس میره، البته به پاریس، سوئیس، انگلستان و تمام این سه به اصطلاح پایتخت بزرگ، کشور بزرگ، شهرهای بزرگ اروپا مراکزی هستند که شایگان در اونجاها علم میآموزه و رشد میکنه. در ابتدای بساکن طبق توصیه قرار بر این بوده که پزشک بشه، پزشکی بخونه، ولی خیلی زود بعد از یک ترم دانشگاهی این رو رها میکنه و میره به سمت فرهنگ شناسی، شرق شناسی و به طور مشخصتر هند شناسی. شایگان به عبارتی همچنان که هر کسی در حوزه فلسفی تخصص ویژه و خاص داره، او رو به عنوان فیلسوف تاریخدان هندشناس خواندند. خود او هم اینجا اونجا میگوید که من فیلسوف نیستم بلکه آزاداندیشم. خب حالا اینا با هم دیگه اینطوری است که او خود رو به این گونه معرفی میکنه، ولی در هر حال او نسبت به شرق نظر بسیار بسیار ویژه‌ای داشته و نکته اساسی و مرکزی توجهش در واقع رابطه است که بین شرق و غرب، بین سنت و مدرنیته ایجاد میشه. بله. آقای دکتر، این موضوع درگیری کلامی که بین موافقان و مخالفان پیش آمده بر اساس چه دیدگاه فکری دکتر شایگان است؟ چون برای یه بخشی رو گرفت میگیرن و اون بخش رو عمده میکنن، چه طرفداران چه مخالفان. اگر شما بخواید نگاه کنیم به دیدگاه دکتر شایگان، جان گفتار ایشون در کجاست که این انگیزش های متفاوت رو همراه داره؟ والا خدمتتون عرض شود که شایگان خیلی سیاسی نیست و زبان و کلام سیاسی او بسیار محدود و گذرا بوده، ولی آنجا که از سیاست صحبت میکنه یا از به حکومت اشاره میکنه بسیار گزنده و تند و مستقیمه و این چه بسا که به حال و روز کسانی خوش نیاید و اونها در ماجرای دفاع از خودشون بخوان که حمله بکنن به شایگان. در واقعیت کلام شایگان یک انسانی است بسیار کانسرویتیو، یعنی محافظه کار، و زاویه محافظه کاری با دولت‌های موجود به خصوص به طور مشخص با دولت شاهنشاهی سر درگیری ویژه‌ای نداشت و اصولا در طبقه بندی روشنفکران آن دوره جزو روشنفکرانی است که به عبارتی طرفدار کرنش، نگاه به سنت در دفاع از حاکمیت موجود علمداد می شود، نه اینکه او یک سنتگرای عقب مانده یا یک حامی مستقیم به حکومت موجود قلمداد بشود، که این نگاه بسیار نگاه غلط، تند و مستقیمی است، بلکه او ترجیح میداده که این وضعی است که ادامه باید پیدا کنه، منتها نگاه ما از مدرنیته تند بیباست که به یک سنت آمیخته با عقل‌گرایی آمیخته بشه، همراه بشه. خب اون زمان در واقع به عبارتی به خاطر کتاب معروفش به نام آسیا در برابر غرب و به خاطر این
حمایتش از سنت بدون فراموشی مدرنیته و عقل‌گرایی، البته از همون زمان اون جزو در واقع کسانی قلمداد میشد که طرفدار وضع موجودند، طرفدار وضع موجودند. و زمانی که در واقع انقلاب شد، خب او به لحاظ سیاسی دخالت مستقیمی نمی کرد، اما مخالفت هم با انقلاب نکرد و بعد به اصطلاح گفتش که ما همه خراب کردیم، ما همه خراب کردیم، ترمینولوژی خیلی تندی به کار برد که ما گند زدیم در واقع با عذر و پوزش از شما، و اینکه در واقع ما نشناختیم، نفهمیدیم کجا میریم. و این دو مطابقت میکنه با فلسفه او. او از ابتدا میگفت که هم سنت و هم مدرنیته رو، هم غرب و هم شرق رو، هم فرهنگ شرقی و هم فرهنگ غربی رو باید خوب بشناسیم و ما انسان‌های عجولی بوده ایم و هستیم و نه این و آن را خوب نشناختیم و جهشی حرکت کردیم، از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه پریدیم. به این لحاظ چون حمله میکنه به خودمان، به روشنفکرانمون، به چپ‌ها و کسانی که به اصطلاح خوب نشناختن وضعیت موجود تاریخی رو، در واقع این شاید که به کام برخی خوش نیامد و آنها در واقع به او حمله کردند. آقای دکتر، شما به کتاب آسیا در برابر غرب اشاره فرمودین. به یاد دارم که یه دوره‌ای در ایران در همون دوران رژیم پیشین این ماجرا اوج گرفت، یعنی این نوع تفکر اوج گرفت. دکتر احسان نراقی هم شماری از کتاب‌ها رو نوشت در همین زمینه. ایشون اصلا به دوستان میگفت این داستان نه شرقی نه غربی از آقای احسان نراقی از زمینه فکری ایشون در واقع مزه پیدا کرده، آمده وارد این ماجرا شده. به یاد دارم که ایشون درس که میدادن تو دانشکده و ما شاگرد بودیم، همین دیدگاه‌های شرق رو در برابر غرب به میزانی عمده می‌کردن که دوستان اصلا می‌گفتن اگر این چیزی که شما میگین درسته، خب برین اینطوری زندگی کنین، چرا در دنیای مدرن نمیشه این مدل، این شکلی که شما دارین درخواست برای نگرش و نگاه زندگی من. در آسیا در برابر غرب چه چیزی مطرح میشه در این کتاب که این نقطه‌ای میشه به عنوان نقطه جهش از نظر فکری میگیم که این یک نقطه عطف است، یک نقطه ذره بین گذاشتن در روی زندگی شده؟ آسیا در برابر غرب در کتابی است که در دهه 40 و 50 باید فهمیده بشه، در اون چارچوبه باید تحلیل بشه و مطابقت میکنه همونطور که میگین با آثار دیگر این دوران. احسان نراقی، حسین نصر، کسانی بودند که به دربار نزدیک بودند و داریوش شایگان از این گروه در واقع دور نبود. شایگان در بازگشتش به ایران نگاه مجددی به روحانیت میکنه و در این کتاب میگوید که ما میبایست به سنت حسن نظر داشته باشیم و در برابر مدرنیته نفهمیده و نجویده نگاه سنجیده نسبت به سنت بکنیم و باید به عبارتی، حالا به عبارت مستقیم و غیر مستقیم، بازگردیم به عناصر سنجیده در واقع سنت. چیز ناپسندی که در این کتاب هست، علاوه تمام نکات بسیار سنجیده و بسیار مفیدش که خواندنش به هر حال برای همه جوانان این دوره مفید هست، ولی خب ما در خواندن هر کتابی باید سر از ناسر جدا بکنیم، چیز ناپسندی که هست میگوید که سنت در اون دوره، میگه سنت به خاطر نفوذ ناهنجار مدرنیته در واقع کمتوان شده و حالت مقاومتی بده کرده و باید به سراغ سنت اصیل رفت و سنت اصیل امروز در حوزه علمی قم و در حوزه علمی مشهد هست. و این بسیار ناپسنده برای جوانی که امروز این کتاب میخونه و حالا میخواد سر از ناصر جدا بکنه، یا برای چپگرایی که یا انقلابی که امروز مخالف نظام هست و میگوید که نظام باید برود و اینکه ما نمیخوایم اساسا به روحانیت و به این سنت به این شکل تمکین کنیم به اون گونه که در گذشته بود. این نکته رو توضیح بدم. دهه 40 دهه تفکر مجدد نسبت به سنت در برابر مدرنیته است که در نزده وارد شد. خب این دهه دو گروه روشنفکران رو، چه بسا سه گروه رو تشکیل میده. یک گروه چپ‌هایی هستند، جریان کمونیستی هستند که میراث‌خوار بخشن جبهه ملی هستند که چپ میشن، مارکسیست میشن، کمونیست میشن و در دامن اینها کسانی هم هستن که در ادامه حزب توده در واقع چپ نوین رو از دهه 40 و مشخصا
بهمن 49 ایجاد میکنن که جریان فداییان و بسیاری کسانی که در حول و حوش جریان فداییان وجود داشتن، اینها در واقع جریان چپ به همراه جریان مجاهدین هستن که دو جریان زیرزمینی در واقع کمونیستی و یا اسلام به عبارتی نوین رو اینها تشکیل میدادن. گروه بعدی روشنفکرانی هستن از قبیل آل احمد یا احمد فردی، کسانی بودند که حداقل آل احمد نظر مثبتی نسبت به دربار نداشت، اما او میگفت که در برابر هجوم همه جانبه مدرنیته ماشینی یا سطحی یا نفهمیده و تکنولوژی به اصطلاح نفهمیده، ما باید به سمت شناخت یا بازشناسی ارزش‌های سنتی خودمون بکنیم. این گروه دومه، روشنفکرانی که مثل سعیدی مثلا، که سعیدی بین در واقع اندکی چپگرایان و روشنفکران از قبیل آل احمد در واقع بالانس میزد. گروه سوم کسانی هستن مثل احسان نراقی که اشاره کردیم، شایگان، حسین نصر، اینها کسانی هستن که به دربار نزدیکن، ایده به دربار میدادن که این مدرنیته خوب است اما حالا به سمت سنت هم باید برویم. کسانی حتی میگفتن که این مدرنیته تو خوب نیست. از میون اینها حسین نصر بسیار سنتگراست، احسان نراقی کتابهایی می‌نویسه به نام غربت غرب، آنچه خود داشت، و اینها کتابهایی هستن که در رد به عبارتی و یا نفی به اصطلاح غرب نوشته شدن در آن دوره. و این نکته بسیار، الان عکس سهراب سپهری رو نشون داده که پایین برداخت های دکتر بلین که نزدیکان بسیار مهم دکتر شایگان هست. بله، دکتر شایگان در یه سخنرانیش اشاره میکنه که سهراب سپهری چون در زبان فارسی دیگه به پایان خط رسیده بود، شعر رو به فرانسه میگفت و حالا میشه یه روزگاری اونها رو که ایشون نظرش رو پخش کرد. من میخوام بریم به سوی سنت و مدرنیته، برای اینکه ما اشاره میکنیم بدون اینکه باز بکنیم، باید همیشه پذیرفت که هر برنامه بیننده‌ای داره که از اون زمان به اون متصل شده، ممکن است بحثایی که همواره من و شما در گذشته داشتیم رو در سالهای گذشته نشده، ولی چون میخوام به اونجا برسیم و یه فیلمی رو نشون خواهیم داد بعد به اون خواهیم، ولی پیش از نمایش فیلم این مسئله آقای شایگان و آقای خمینی، دکتر شایگان رو و خمینی رو باز کنیم. این آیا واقعا از خمینی تجلیل کرده، یعنی به مفهوم بزرگ داشت و تجلیل داشته در گفتارش یا نه؟ خب هست نقل قولهایی از او و واقعا شگفت‌آور نیست. من متوجه نمیشم چگونه است که امروز روشنفکرانی که خودشون یا برخی از اونها توهماتی در اون دوره نسبت به خمینی داشتن، امروز به شایگان یک کسانی مثل شایگان حمله میکنن. خب همه این توهم رو داشتن، یعنی همه زمانی که میشل فوکو که یکی از رهاوردان پست مدرنیته یا پست استرکتورالیست در غرب هست، میاد حتی تهران خمینی رو میبینه و میگوید که شاید این گاندی زمان ما باشه، خب این توهم در نظر روشنفکران ایران هم بوده در یه دوره‌ای. اما موضوع اینه که بعدا خب نظر شایگان عوض میشه، او معتقد است که این سنت ایدئولوژی شده است و این کتاب رو، مثلا این مطلب رو در کتابش به نام انقلاب دینی چیست در فرانسه می‌نویسه، کتابی که به زبان فرانسه نوشته. بله، شایگان رو تنها و تنها از این زاویه دید. هر روشنفکری در جریان اندیشه ورزی خودش بالا پایین‌هایی داره، به خصوص در جامعه‌ای که پرتلاطمه، یعنی انقلابی بود که همه رو تکون داد و توهمات بسیار زیادی رو ایجاد کرد. البته میتوان به دیدگاه‌های شایگان انتقادهای اساسی ایجاد کرد که فکر کنم در سکانس بعدی بیان کنم. بله، اگه اجازه بدین از این شب بزرگداشت آقای شایگان در زمانی که در ایران برگزار شده، سخنرانان بسیاری بودن اونجا سخنرانی کردن، من اون بخشی رو که ایشون به یک اشاره‌ای به سفرش میکنه و دیدگاهش میکنه برگزیدم، چند دقیقه ایست نگاه میکنیم با هم و از اونجا وارد میشیم، برمیگردیم و به نگاه ایشون و دیدگاه های ایشون شما بپردازیم، نگاه میکنیم با هم. خیلی من به فکر باداش و بعد برخوردم به این جمله بورکارت در کتاب معروفش که به فارسی هم ترجمه شد، خیلی هم خوب آقای لطفی ترجمه کردن، که عنوان هست نمیدونم فرهنگ رنسانس در ایتالیا، درسته؟ فارسی نام به این عنوان ترجمه شده، که اونجا یه جمله از بورکارت هست که برای من خیلی مهم بود، چون خیلی چیز دارم از اونجا میفهمه.
که قبل از رنسانس تمام جهان یک نوع پرده زیبایی بود که اساطیر توش بود، شعر بود، خدایان بودن، همه چی تو هم بود و یهو این پرده پاره شد در ایتالیا در قرن 15 میلادی. این پرده پاره شد، از یه طرف دنیای بیرون خودشو نشون داد، دوره ابژکتیف یعنی جهان عینی، از اون ورم دورای دنیای درونی ابژکتیف، و این برش، این گسست، اولین گسستی بود که من در اون اکسپوزیسیون بزرگی در واشنگتن بود دیدم. هم چون دو تا اثر بود، یکی بیشتر آثار لئوناردو بود و دیورر آلمانی که البته خیلی متاثر از کارهای لئوناردو بود. قسمت دوم مقاله‌ای که اونجا مطرحه که راجع به بینش نظری هنره، speculative theory of art، این خیلی جالبه برای این که تمام مسئله این فرضیه با روشنگری شروع شد. میدونید در قرن اواخر قرن 18 اروپا، فرانسه در واقع حاکمه در اروپا، هم از لحاظ قدرت اقتصادی، هم از لحاظ هنر، هم از لحاظ آنسیکلوپدیسا، ولتر و تمام اینا حاکمن. و اولین واکنش علیه این تسلط فکری فرانسه ایجاد میشه آلمانه، چون آلمان یک کشوری است که قطع است، هنوز یه پارچه نشده. و خب بزرگترین فیلسوفی هم که این روشنگری رو به شکل منسجم میده کانته، درسته؟ ولی کانت میاد در واقع قفل میکنه متافیزیک رو، میگه شما به نومن ها، به زبات راه ندارید. در اینجاست که ریاکسیونه، یعنی واکنش بزرگ رومانتیک های آلمان دیده میشه، چه برادران شلگر، چه شلین، چه نوالیس، اینا که میگن حال که ما از طریق فلسفه یا متافیزیک به مطلق راه نداریم، بس از راه هنر میشه، بس هنر میشه در واقع، نمیدونم، در واقع میشه یکی اثر وسیله شناسایی مطلق. این تئوری خیلی مهمه، برای اینکه در اصل تئوری آلمانیه که از طریق کولدیج در انگلیس اشاره پیدا میکنه، از طریق مادام دوستال و کوزان در فرانسه، از همه جای اروپا رو میگیره، ولی یه مسئله آلمانیه و تمام متفکرین آلمانی از نمیدونم، از رومانتیکا بگیریم، از ایدئالیسم آلمان تا هایدگر راجع به موضوع فکر میکنن. حتی آثارش هم در اوانگارد هم میبینید، در اوانگارد قرن 20، در موندریان میبینید، در مالویچ میبینید، در کاندینسکی میبینید. بعد یه بحثی دیگه هم هست که اخیرا من میخوندم، یه فرانسوی یه کتابی نوشته تحت عنوان لز آنتی مدرن، نه ضد مدرن، ولی کنتر مدرن و آنتی فرق میکنه، یعنی کانتر مدرن نیست، انتی مدرنه، یعنی چیزی که مدرنه ولی مدرن هم در ذهن نیست. و بهترین مثالی که در این باب این نویسنده آورده نقلی است از رولان بارت، که رولان بارت میگفت که میدونید که آوانگارد رو به فارسی میگن آوانگارد دیگه، درسته؟ بعدی هر آوانگارد یه آریرگارد هم داره، چون اصطلاح نظامیه، آوانگارد خط مقدم سربازای که جلو میرن، پشتش هم آریرگارد هم که پشت جپن در واقع. رولان بارت میگه که من در آریرگارد آوانگارد نشستم، برای که هم میبینم چیزی که مرده، چون آوانگارد داره میمیره، هیچ دوام نداره، به معنی اینکه ظاهرش ناپدید میشه، همان به عنوان اینکه عقبم میبینم اون چیزایی که از دست رفته و دوست داشتم. ترجمه میکنه. پس به این معنی هر آدمی در یه همچین موقعیتی داره، هم عاشق اتفاقاتی است که رخ میده، میخواد یاد بگیره، هم در ذهن نوستالژی اون آثار بزرگ گذشته هم داره. درسته؟ خلاصه این یه کوششی بود که من در خب آقای دکتر برگردیم، از همین جا آغاز کنیم داستان. نخواست شما اگر ممکن است
به مسئله سنت و مدرنیته رو باز بکنی یه مقدار که بینندگان آشنا بشن با این مسئله که تعریف شما از سنت و مدرنیته چیست، بعد برویم سر این پیوندها و این دیدگاهایی که ایشون داره و اصلا دیدگاهایی که در کتابهای مختلفش مطرح میکنه. در خدمت شما هستم. بله بله، خدمتتون عرض شود که این رو واقعا تذکر مجدد بدم که شایگان یکی از خوشفکرترین روشنفکران دوران اخیر ماست. ما در دوران اخیر تقریبا میتوانیم از 4 اندیشمند برجسته که صاحب نام، صاحب قلم، صاحب فکر هستن نام ببریم. یکی شایگانه که بغیر از جدا از همه دیگران در خارج صاحب نامه و این رو تذکر داریم. دومینش دکتر سروشه، عبدالکریم سروش، که علیرغم تمام چیزهایی که به ایشون می‌بندن برها صاحب نظره، صاحب اندیشه است. و بعدی جواد طباطبایی است که در ایران بسیار روش کرده کارهاش و غیره، و بعد آرامش دوستار که به نظر من یکی از متفکرین برجسته ایرانی است. شایگان در واقع نظرگاه اصلیش اندکی در تفاوت با متفکرین دیگه که ازش نام بردم، یعنی ستن دیگه، تقابل بین مدرنیته و سنته. ببینید که به این شکل اون ستن دیگه به این مسئله، به این شکل این به مسئله پرداخته، نپرداخته. مدرنیته رو عقل گرایی و جدا از یک نوع مکانیزم سطحی تکنولوژی به عنوان یک چیزی که فقط ابزار و آلات ازش دریافت میشه نمیسنجه، بلکه عقل گرایی رو، اندیشه نقدی رو، توجه به فرد و جامعه آزاد رو مدرنیته میدونه. اون چیزی که میگوید از حدود قرون 15 و 16 در غرب به وجود اومد و در همان زمان او میگوید به درستی که در همان زمان شاهد رخوت و خابیه و در واقع حاشیه شدن تمدن یا تمدن‌های شرقی هستیم، به خصوص ایران، که ایران و تمدن اسلامی که به وجود اومد در درونش بران فلاسفه بسیاری بودن، درست 4 قرن قبل، یعنی درست آغاز پیدایش تمدن مدرن قبل، 4 قرن قبل به خاموشی گروید و تمدن غرب رفت بالا. شرقیان کنجکاوی نداشتند و غربیان بسیار کنجکاو بودند. چین بسیار قدرت کشتیرانی بسیار زیادی داشت در همون زمانی که کریستوف کلمب میرفت به سمت هند یا میرفت به سمت آمریکا، اما چینیان کنجکاو نبودند. بنابراین مدرنیته یک پدیده بسیار استثنایی است و تاکید بکنم برخلاف بسیاری از توهماتی که برخی رواج میدن، در همین آسیا و در برابر غرب به مسئله مدرنیته همچون تمدن استثنایی و فعال و بسیار و بی‌نظیر بهش توجه میکنه و بهش اشاره میکنه و خودش در اعتماد، در یک مقاله در اعتماد اشاره میکنه که من مثل حسین نصر نیستم، من میگم مدرنیته مهمه، باید بریم بشناسیمش و باید ازش سود ببریم و غیره و غیره. در مورد سنت اما اشاره او اندکی مشکلزاست به لحاظ حداقل فرد من، به این لحاظ که او تأکید بسیار زیادی به سنت میکنه و این سنت رو در حیا و حرمت، در به اصطلاح اسطوره هایی که در پیش بوده است، در قدیم بوده است، میبینه و تأکید میکنه که ما با وجود این مدرنیته تند، مدرنیته در نزده وارد شده و این مدرنیته نفهمیده، باید کرنش میکنیم اینجا و آنجا، البته به طور سنجیده به سنت. حالا این مسئله است. در همین کتاب افسون‌زدگی جدید که شما نشان می‌دهید، که من در واقع در یوتیوب الان یک مفصل گفتاری دارم راجع به تحلیل این کتاب، من از خانم غزاله می‌خوام این کتاب رو ببخشید دکتر، بله تصویرش رو بزرگ نشون بدم برای اینکه بیشتر شما خواهید بله. مفصل من این رو بحثش رو کردم و به هر حال اینجا اونجا نشان دادم که چه قدرتی قلم شایگان داره، چه به واقع کار استثنایی ایشون کرده، ولی در این حال کجا اینجا اونجا به دید من اشتباهاتی درش هست که باید که بهش نظر مجددی بندازیم. و به این لحاظ اشاره میکنه در همین کتاب، مثلا همین کتاب رو اشاره میکنه به سنت، میگوید که در این کتاب که مدرنیته پدیده سرد که از درون یا محتوا غافل شده است، از درون و محتوا غافل شده است. بنابراین ما باید به دنبال راه حلی بگردیم.
این سرد بودن مدرنیته رو میبایست با گرمای شرق بیامیزیم. خیلی زیباست، با گرمای شرق بیامیزیم، یعنی مدرنیته رو با سنت بیامیزیم. اما از سنت چه میگوید؟ یعنی سنتی که اون نشون میدهد عرفانه، یعنی مجموعی چیزی که شایگان نشون میداد. اینجا یه مداری نقدش دارم میکنم، این است که کرنش بسیار پرقدرتی نسبت به مقوله عرفان داره و عرفان بچه مشخصه سنت. در پاسخ به پرسشتون میگوید که ما سه هویت داریم و این رو از سروش میگیره که میگوید یکی هویت دینی، یکی هویت سنتی، یکی هویتی که متعلق است به تغییر و تحولات 150 سال اخیر، که میگوید خب این مشخصش این استش که ما رو به دوران جدیدی برد و اینو میگوییم مدرنیته. در واقع این سه وجه رو، سنت و دین و به اصطلاح مدرنیته، رو به عنوان سه وجه هویتی عرضه میکنه و میگوید که بین دوتا حوزه اولیه دین و سنت یک نوع رابطه قابل فهم وجود داره و این دو در متن تاریخی یا متن فرهنگی، لغتش رو از کتاب آسیا در برابر شرق میگیرم، میگوید متن فرهنگی، که در این متن فرهنگی این دو یعنی دین و سنت قابل فهم و قابل درکن و با هم دیگه میتونن ارتباط بگیرن. به عبارتی او میگوید که حتی اگر دین شیعه ایجاد شد، دین شیعه، این شیعیگری در ایران ارتباطی با عناصری از سنت قدیم ایرانی و اسطوره های ایرانی داره. مثال میزنه و میگوید مهدی غایب، اشارش در واقع اتصالش به سنت قهرمانان قهرم بزرگی هستند که غایب میشوند و دوره بعد ظاهر میشوند برای نجات انسان ها. حالا میگه که این دوتا با هم دیگه ارتباط میتونن پیدا کنن، اما این دوتا یعنی سنت و دین با مدرنیته ارتباط نمیتونن پیدا کنن. اینه مثلا، یعنی میگه مشکل ما اینجاست. این کتابش، کتاب معروفش به نام دوپارگی یا نگاه شکسته، که علیرضا منافزاده دوست بنده در پاریس این رو ترجمه میکنه. نکتهش همین استش که در واقع میگوید نگاه ما شکسته و یا یک نوع دوپارگی روحی یا اسکیزوفرنی روحی شده. این اسکیزوفرنی روحی در واقع عبارت میشه از اینکه ادای غربی ها رو در میاریم بدون اینکه به واقع این غرب رو شناخته باشیم. این یک کمی اشارات آل احمد هم، از اشارات آل احمد هم دور نیست، ولی خب در نظام فکری یا در منظومه فکری شایگان این به طور بسیار سنجیده‌تر و غنی‌تر سنجیده میشه، بحث میشه. اما حالا بحث چیه؟ این رو بگم و ببندم. میگوید که ما برای پاسخ به این سردی مدرنیته به سمت عرفان باید بریم، و این رو برای ایران فقط نمیگه، برای جماعت غرب میگه، چون کتابش کتابیست که در فرانسه چاپ میشه، اصلا چیزی از ایران تو این کتاب نیست، هویت چهتی که. ولی پرسش اینجاست که عرفان که مانع شکل‌گیری فردیت و جامعه مدنی و سوژه شدن انسان، فعال شدن انسان، دخالت انسان در جامعه و اندیشه نقدی و رأی دادن و حرکت کردن بوده است، عرفان که به جامعه مدنی ارتباطی نداره، چگونه میتوان این دوتا رو با هم دیگه جمع کرد؟ و اصلا ارتباطی مسئله عرفان با مقوله انقلاب اسلامی نداره. در دوره قبل هم، در دوره شاه، که در واقع کتاب انقلاب آسیا در برابر شاه چاپ شد، این رو میگه. و در اون زمان که انقلاب سنت ایدئولوژی نشده، و این نکته رو حالا نمیدونم، شاید پیچیده به نظر بیاد، میتونیم بیشتر بازش کنیم اگه پرسشی دیگه هست. یا بله، اجازه بدید در اینجا به یک نکته اشاره. ببینید تصویری که شما در همین مختصر از در مورد آقای دکتر شایگان میدین، نمایانگر این است که این فرد دوران فکری متفاوتی رو گذرونده در چرخه زندگیش، و هر دوره فکری رو در برابر دوره فکری بعدیش یا به نقد کشیده یا بخشایی رو از اون گرفته و پیوستگی ایجاد کرده. اگر شما بخواید دوران فکری آقای دکتر شایگان رو طبقه بندی بکنید، به چه دوره های فکری اشاره میکنید؟ ضمن این که اصلا خود حضور ایشون در کشورهای مختلف خود به خود خواسته یا نخواسته این دوران فکری رو در ایشون میتونست بیشتر متبلور بکنه. کاملا، چه سوال سنجیده است، و واقعا همینم هست. یک اندیشمند پویا، یک متفکری که فکر میکنه به جای کپی برداری، جایگاهش همینه، یعنی اصولا میبایست که خودش رو نقد کنه، تحول رو بپذیره و
فکر عوض میشه، یه فکر ایستا نیست. ببینید فقط به یک جا اشاره میکنم، ما شایگان قبل از انقلاب داریم، شایگان بعد از انقلاب داریم. گویا شایگان بعد از انقلاب در پاریس بغض زده میشه از اینکه سنتی که من میگفتم که باید احیا بشه و توجه بهش بشود، الان افتاده به دامن یک روحانیتی که اساساً استبدادگرن، و اینو که ما نمیخواستیم. بنابراین این شیفت از یک دورانی که سنت رو همچون یک پدیده معنوس و ملوس و حاشیه‌ای که میتوان بهش اشاره کرد برای آرامش درون، این در دوره قبل از انقلاب برمیگرده به دورانی که میگوید سنت حالا ایدئولوژی شده. این دوران دومه که این میگه این سنت رو من نمیخوام، این سنت رو نمیخوام. و در دوره اول ایدئولوژی شدن سنت رو هم بگم که یکی از مفاهیم کلیدی تفکر شایگانه، اشارش به این هستش که گروهی از روشنفکران نه غرب رو نه شرق رو شناختن و به دامن هر دو افتادن و خودشون رو بلندگوی هر دو نشون میدن و از سنت که در پیشینه جامعه ایرانی سر هزار ساله داره آمدند، این سنت رو به رفتار و اخلاق و به آداب و رسوم و به قانون بدل کردن. این رو نمایش اولیه و نخستین این نوع سنت رو در دکتر علی شریعتی میبینه، نمایش نخستینه، چون شریعتی که قبل از انقلابه. ولی زمانی که این سنت میآید و در قالب روحانیت در چارچوبه قانونگذاری خودش رو عرضه میکنه، میگه این سنتی است که ایدئولوژی شده و این ایدئولوژی رو ما در نظام فکری یا در افکار شریعتی میتوانیم ببینیم. حالا برای اینکه این دو دوره من نشون بدم، در دوره پیشین در آسیا در برابر غرب شایگان میگوید که ما اصولا در یک متن فرهنگی میزیم و در این متن فرهنگی میبایست که انسانها رو جوامع رو بسنجیم. مثلا ایرانی متعلق به سنت خودشه، متعلق به دین خودشه و این دوتا در متن تاریخی و متن فرهنگی ایرانیش فهمیده میشه. در دوره بعد زمانی که به خصوص کتاب هویت چهل تکه رو مینویسه، یک کنسپت میاره، یک مفهوم میاره به نام مهاجر سیار، که اونجا برعکس نظر اولیه میگوید این مهاجر سیار همواره میان فرهنگ هاست و همواره به طور آگاهانه بهترین ها رو از فرهنگ ها میگیره. خیلی تصویر زیباییست از واقعیت امروز، از واقعیت ماها، بنده و جناب علی و دیگران که در ایران و چه در خارج این سیار بودن و این در سفر بودن رو همواره حس میکنه. اما تضادش با آسیا در برابر غرب این است که اونجا این سیاری وجود نداره اونقدر و انسان وابسته و پیوسته هست به اون متن فرهنگی و متن تاریخی که ازش نمیتونه برات کنده بشه. اما در کتاب چهل تکه میگوید که ما راحت از این فرهنگ به اون فرهنگ همواره به اصطلاح حرکت میکنیم و آنچه که میمونه برای تدوین ریشه اون رزیدو یا اون باقی مانده فرهنگ غربی چیزی بیشتر از این نیست. یعنی کمی حالا ما ایرانیم ولی خیلی میتونیم کالیفرنیایی بشیم یا پاریسی بشیم یا لندنی بشیم، اشکالی هم در این نداره. و اتفاقا میگوید که تأکید بر هویت رو خراب میکنه، انقدر تأکید نکنین، بذاریم جهانی بشیم. جامعه ایران جهانی داره میشه و ما هم داریم هرچی بیشتر جهانی میشیم. آیا که در یک نگاه کوتاه به این ترتیب با توجه به سخن شما، شما جامعه ایران رو جامعه مدرن میبینین؟ یعنی بیشترینش رو، وزن بیشترش رو جامعه مدرن میبینین یا سنتی میبینین؟ جامعه ایران جامعه دوپاره است. از این نقطه نظر شایگان به راستی حق داره. طبقه متوسطش به میزان بسیار زیاد، چون طبقه متوسط سه گروه داره، طبقه متوسط بالا و طبقه متوسط وسط، در واقع بسیار غربگرا و غرب زده شده، ولی باز طبقات زیرین و طبقات محروم سنت یا توجهشون به سنت بسیار زیاده. جامعه ایران به طور کلی چه همه طبقات و اخشارش بسیار زیاد به شکل دانسته یا نادانسته نظر مثبتی نسبت به غرب، نظر مثبتی به مدرن شدن و متجدد شدن دارن، برعکس دوران شاهی. و هم این همه ما رو از حکومت و ایدئولوژی حاکم و افکار حاکم دور کرده و میکنه و این تضاد وجود داره. اما در این حال آنچه که شایگان میگوید در حال روز جامعه ایرانی میخوره، اینکه ما علی رغم تمایلمون
علاوه بر گرایشمون به آداب و رسوم شرقی، شاید حالا دیگه به جای خاشوق چنگال به دست میگیریم، اما باز هم هنوز این غرب رو، این مدرنیته رو به طور واقعی و به طور سنجیده نفهمیدیم. اندک ها هستن که تونستند این غرب رو بشناسن و این شهر رو دریابند. یعنی آقای دکتر اینجور که ایشون میگه، من به یاد میفتم که بی تردید شما هم میشناسینشون، آقای دکتر خسروی که یادشون گرامی باد، چون میدونم که دیگه در زنده نیستن، هر وقت که داشت در مورد جامعه ایران صحبت میکرد میگفت جامعه ایرانی جامعه ایست روستایی که پرتاب شده به دوران شهری بدون اینکه ویژگی های دوران شهری رو دریافته باشه. برای همین میگفتش که حالا الان میگیم مثلا ماشین آخری، میگفت مرسدس بنز سوار میشه ولی مرسدس مایند نشده، به قول این ذهنیت رو پیدا نکرده. بله همینه در واقع این چیزیست که در واقع حکومت فعلی سعی میکنه ازش دوری بگیره، به نام تهاجم فرهنگی ازش نام میبره، اما در واقعیت کلام گرایش بسیار پرقدرتی از مرسدس شدن وجود داره. اما تأسف درست این هستش که این تفکر، این فرهنگ باید شناخته بشه، تفکر غربی باید شناخته بشه و این در واقع شناخته نشده. اینجاست که بیش از سه فیلسوف دیگه، اندیشمند دیگه، شایگان هستش که به شناخت مدرنیته غربی، فرهنگ غربی تاکید میکنه و این رو از ابتدای حیات فکریش اشاره بهش میکنه، نه اینکه در دوران دوم. از ابتدا میگفته ما نشناختیم و ما داریم عاریت میگیریم، قرض میگیریم و اینها رو نجویده داریم به کار میبریم. مثل صنعت مونتاژ شده مدرنیته، مثل اینی که ما گرفتیم به طور نامعقولی مطالب رو همدیگه وصل کردیم و شدیم یک روشنفکر یا قلمبرداز ترجمه‌ای بدون اینکه متن رو درست فهمیده باشیم. آقای دکتر در این چند دقیقه باقی مونده، اگر میدونم که نکته بسیار خواهد بود که در مورد ایشون صحبت کنید، ساعت‌ها شما میتونید صحبت کنید، ولی در اگر اشاره به دیگر کتاب‌هاش داریم و می‌خواید نگاه خیلی کوتاهی در معرفی آثار دیگرش رو شیم، من از خانم غزالم درخواست خواهم کرد که یکایی که کتابایی که شما بهش اشاره می‌کنید تصویری نشون بدن در که شما بتونید تأکیدتون رو داشته باشید. بله من اشاره بکنم که در واقع شایگان به عنوان فیلسوف هندشناس یکی از نخستین کارهاش در واقع دو جلد کتاب‌های برجسته است که فکر کنم نمیدونم شما دارین یا نه، حداقل جلدش رو در رابطه هندشناسیه. اما کتابی که در مورد به ایران هست، نخستین کتابش همونطور که مقدمتا اشاره کردیم آسیا در برابر غرب هست که در دهه 40 در میاد و خب از یک قلم بسیار ویژه‌ای برخورداره و این کتاب محبوب بسیاری میشه. شما در فیلم هامون اگه نگاه بکنید که مهرداد مهرجویی این رو آقای مهرجویی رو درست کردن و اصولا مهرجویی نسبت به شایگان خیلی نظر مثبتی داره، حسن نظر داره و این کتاب درست همونه که آقا ما خودمون رو نشناختیم و گیجیم و درست به شخصیت هامون خیلی میخوره. کتاب دومش که در واقع بسیار مهم به نظر من زمانیست که او میاد، البته من کتابای مهمیش رو اینجا اشاره میکنم، امیدوارم شما تصویرش رو داشته باشین، زمانی که میاد خارج تقریبا نخستین کتابش، حالا جدا از آثاری که اینجا و اونجا به طور پراکنده راجع به سهراب سپهری نوشته، ترجمه‌ای که از اون کرد و غیره، کتاب مهمش انقلاب دینی چیسته، انقلاب دینی چیست که این میشه کسپیون رولوشن رولیجیوز که این در واقع ترجمه نشد، به واقع شاید اساسا ترجمه این بیشد، حالا من نمیدونم ترجمه شده نه و در ایران چاپ نشد، حالا به اصطلاح نه اون یکی کتاب به زبان خانم غزاله، اون یکی کتاب فرانسه زبان. انقلاب دینی اونجاست که ایدئولوژی شدنه، من کتابا رو محتواش هم میگم که قشنگ بدونیم راجع به چی، شعار اصلیش چیه، راجع به ایدئولوژی شدن سنت صحبت میکنه و نقد بنیادی و پایه‌ای نسبت به دکتر علی شریعتی میکنه و اینکه اونجاست که میگوید که این سنت اومده قانون شده، قرار نبود قانون بشه، ما میگفتیم بازگشت به سنت یا شناختشون سنت، اما قرار نبود که بیاد پیکرش رو بندازه به سراسر جامعه و جامعه رو کاملا بخواد سنتی و دینی بکنه. کتاب دوم از میون کتاب‌های دیگه. کتاب سوم که بسیار مهمه همین نگاه شکسته است، لوگو گرموتیله، همین تصویری که نشون دادن آبی رنگ داره، اگه بتونی نشونش بدی. بله. این کتاب ترجمه شده، علیرضا مناقصاده ترجمه کرده در پاریس و این کتاب فکر میکنم در ایران چاپ نشده، خودشون گفتن که چاپ شده در ایران ولی فکر نمیکنم چاپ شده باشه، چون این کتاب هستش که اینجا میگوید که نگاه ما دوباره شده، نگاه ما
نسبت به فرهنگمون، نسبت به سنتمون، نسبت به حتی به دینمون، نسبت به تمام داده های پیشین دوپاره شده، چند پاره شده. و نگاه ما نسبت به غرب هم همینطور، یعنی ما یک نگاه و یک بینش راستین و درستی نسبت به این سنت نداریم، چرا که مدرنیته آمده است و از درون زده، از چیزی نمونده، این سنت شده دفاعی، اسلحه به دست گرفتیم، خواهد ما رو نابود کنه و یه حکومت کنه غیره و غیره. اینجاست که میگوید که ما شده ایم سکیزوفرن، یعنی در واقع یک نوع چندپارگی یا به اصطلاح یک نوع آشفتگی روحی در روان پریشی وجود اومده، آشفتگی روحی، نمیدونه آیا شرقی است یا غربی است، آیا سنتی است، آیا مسلمونه، آیا عارفه، هم عرفان رو دوست داره، هم دین اسلام رو دوست داره، هم مدرن میخواد باشه، و این چندپارگی روحی او رو آشفته کرد. کتاب بعدی فکر کنم هویت چهل تکه هست که راجع به هویت چهل تکه شما نشونش دادین، بله اول برنامه داشتیم، جلد زردی داره که بله. چون چند بار این منتشر شد. البته اشاره بکنم که دکتر شایگان خودش در ایران یک سازمان انتشاراتی چاپ میکنه، همین سازمان انتشارات فرزین که این فروزان فکر کنم که این کتاب اونجا چاپ میشه، و این البته کتاب ترجمه بسیار خوبی نداره. من متن طولانی نوشتم راجع به این کتاب در این حالا اون صحبت که کردم و نشون دادم که ترجمه هاش اینجا و اونجا واقعا سنجیده نیست. با این حال کتاب کتابیست قابل خوندن، زبان سختی است، البته حتی مفاهیمی است که اندکی مشکله. این کتاب ترجمه فرانسه کتاب شایگان هست به نام روشنایی از غرب می آید، La lumière vient de l'Occident. در واقع این کتاب میخواد بگه که جهان متحول شده و تفکر سیار شده و هویت ها چهل تکه شدن، چند پاره شدن، و تاکید به یک هویت، تاکید به ایرانی بودن، قدمت طولانی، یه تاریخ ما و غیره، یک کمی بیهوده است و اشاره بکنه به اینکه جهان ما رو میطلبه و ما میبایست که جهان رو بطلبیم و ما میبایست به سوی جهان بریم، و تفکر دیگه این نیست که در مرز محدود جامعه ایرانی و یا شرق بشه محدود بشه، بلکه میبایست که به سوی دنیا بره. و این کتاب از این لحاظ میگوید که ما دیگه اون حالت، بر همین که افسون زدگی، ما دیگه اون حالت قبلی که در عوالم سنتی خودمون محو بودیم و لذت میبردیم و به اون مینازیم و یا در گذشته اینطوری بوده، دیگه این حالت در ما نمیتونه وجود داشته باشه. ورود تکنولوژی جدید، ورود اطلاعات از سراسر دنیا، حملات این اطلاعات به سوی ما رو در واقع افسون زده کرده و چشممون رو به سوی جهان گشود. سپاسگزارم آقای دکتر. به پایان برنامه میرسیم، تقریبا یک دقیقه بیشتر نداریم، از اینکه امروز بسیار اول آموزگاری رو به جا آوردین، یعنی شما در نقش استاد و آموزگار بر من شاگرد به آگاهیم بیشتر افزودین، امیدوارم که برای بینندگانمون هم چنین باشه. به این ترتیب در همین جا من از شما قول میگیرم که برنامه‌های آموزشی آیندهتون رو در زمینه‌های متفاوت داشته باشیم و در قالب برنامه‌های بنیاد آینده آموزش و جامعه در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون، تشکر از دعوتتون، امیدوارم که بازم با هم در رابطه با همین مقولات و مقالات دیگه صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه میرسیم در روز آخر تعطیلات نوروز به قول معروف هست. امیدواریم که شما که در ایران هستین که 15 روز تعطیلی، 13 روز تعطیلی، 14 روز تعطیلی دارین، در غرب چنین نیست. امیدوارم که تعطیلات رو خوش بودین، به سلامتی بودین و روزگار خوبی داشتین. به امید روزهای بهتر، به امید آزادی در ایران و صلح در جهان. سپاس از حضورتون و دیدارتون در برنامه. روز روزگار خوش.